سلام 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 به همگی، عصرتون بخیر. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به اولین جلسه کلاسای دین و زندگی کنکور 1402 توی مجموعه تاملند. از همین حرفای اولمون برای همتون آرزوی موفقیت دارم. ایشالا که امسال که خیلی خبرای ضد نقیزی می اومد از عمومیا، هست نیست نیست هست، باید بخونیم نباید بخونیم، تمرکزتون رو از دست نداده باشید. همینجوری خیلی با قدرت این سال کنکوری رو شروع کنید، در ادامه برید جلوتر، روز به روز قوی تر بشید تا بتونید یه نتیجه خیلی خوبی بگیرید و یه پایان خیلی عالی داشته باشید. ما هممون، من و شما که الان سر این کلاس هستیم، اطلاعاتمون از عمومیای کنکور 1402 تقریبا در یک سطحه، چون تا الان وارد جزئیات نشدن زیاد. ولی الان توی این جلسه میخوایم اول کلاسمون یه سری حرفایی بزنیم که هممون یه مقدار آرومتر بشیم، تمرکزمون بهتر بشه روی عمومیا، و میخوام یه دیدی بهتون بدم راجع به عمومیا، چجوری فکر کنید، چجوری بخونیمش و چی کار انجام بدیم که برامون مفید باشه. من هیچ جلسه ای که توی شروع کلاسام بوده الان فکر میکنم انقدر سوالا و انقدر نکته های مهمونه میخوام مطرح کنم. شما هم تو چت ها هر سوالی داشتید بپرسید، من حتما به اون چیزایی که تو ذهنتونه جواب میدم. و اینکه من امروز کتاب درسی هم آوردم که فقط شما ببینید کتاب درسی و حالا بریم جلوتر یه مقداری با هم صحبت میکنیم و برنامه کامل کلاس رو من در اختیارتون قرار میدم که ببینید ما توی این مسیری که میخوایم بریم چی کار باید انجام بدیم. اولا چند تا نکته مهم رو با هم بررسی کنیم. یه پی دی اف به ما میدید، ممنون میشم ازتون. اینم پی دی افمون مشکیه دیگه، رنگش رو روشن کنیم. خب داستان عمومی ها چیه؟ داستان درسای عمومی اینه که چیزی حذف نشده بچه ها، از کنکور سراسری منتقل شده به امتحانات نهایی. کاملا این نکته ها رو خوب گوش کن با دقت که بدونی چی کار باید بکنی، ندونسته وارد هیچ بازی نشی. از عمومی ها، از اون چهار درسی که دارید، ادبیات و عربی و دینی و زبان، من یه سری توضیحات بدم. مثلا فکر کنید که امسال تو کنکور 1402 یک میلیون نفر شرکت میکنن سر جلسه کنکور، و از این یک میلیون نفر پر مخاطب ترین رشته، رشته تجربیه، حدودا 500 هزار نفر شرکت میکنن توی رشته تجربی حدودا دیگه. حالا فکر کنید که ما از این 500 هزار نفری که تو رشته تجربی داریم، اینا همشون شرکت کردن، رفتن سر جلسه کنکور، دفترچه اختصاصی یا پاسخ دادن، اون وقت از اینا یه چیزی حدود مثلا 500 نفرشون همرده شدن. دیگه نمیشه بگی همتراز، هم رتبه، اینا دیگه فکر نمیکنم معنی داشته باشه. همرده شدن یعنی مثلا یه داوطلبی داریم، داوطلب A، فیزیک و زیست و ریاضی و شیمی داره، حالا درس زمین هم که ننوشتیم دیگه، یه داوطلبی هم داریم به نام B، اینم همین درس ها رو داره. بعد اینا درصداشون رو یه جوری زدن که رتبهشون، ردهشون یکی شده. اون وقت واسه این که بیان بگن که خب تو اولی یا تو اول، چون اینا یه ردیفن دیگه، الان اینا یکی هن، واسه این که تشخیص بدن که کدوم از اینا بهتره، میرن سراغ معدلشون. یعنی اول میان برای اینکه اینا رو مقایسه کنن، میگن خب بین این دوتا داوطلب کیه که 4 درس عمومیشو 20 شده؟ کی 4 تا درس عمومیشو 20 شده؟ بعد مثلا فکر کن از این 500 نفر 30 نفر 4 تا درس عمومیشونو 20 شدن. اون وقت میگن خب شما که حالا 20 شدید، شما 30 نفر بیاید برید رشته پزشکی دانشگاه تهران، اولویت با ایناست که 4 تا درس و 20 شده. بعد دوباره میان میگن خب کی از این عمومی ها 3 تا درس و 20 شده. همینجوری رتبه بندی میکنن تا هم کنکور و هم امتحانات نهایی تأثیرشو بذاره.
پس بنابراین بیست شدن خیلی مهمه. شاید هم توی امتحانهای نهایی تراز بدن به نمرات، مثلا نمره 20 ترازش بشه 10,000، نمره 19 ترازش بشه مثلا 8,000، بعد اونایی که 20 زیاد دارن ترازشون هی بیشتر و بیشتر شه. چرا هی من میگم 20 شدن؟ این 20 چیه؟ جریانش اینجاست که خیلی مهم میشه. نکته دومی که میخوام بگم بعد از اینکه اینا چجوری مقایسه شدن اینه. ببین الان شما امسال که سال 11 بودید، دبیرتون تو کتاب درسی مثلا سوال مینوشت، بعد میگفتش بچه ها برید سوال ها رو جوابش رو پیدا کنید، بعد امتحان که میگرفت از همون سوال های خودش امتحان میداد، بعد تحصیه هم خودش میکرد. اون وقت مثلا همینجوری که داشت برگر و تحصیه میکرد میگفت اه محمد تو کلاس فعالیت بیشتری داشته، بذار مثلا 18شو بزن 20. یا مثلا نگار چقدر دختر خوبی بوده، میامده پای تخته خیلی سوالا رو خوب جواب میداده، مثلا 19.5شو بکنم 20. ببینی معلمت ذهنیت داشته از تو. باز با این حال که معلمه خودش سوال میداده، خودش تحصیم میکرده، خودش هم ارفاق کرده، خیلی ها 11 و 20 نشدن، یعنی دینی و 20 نگرفتن، ادبیات و 20 نگرفتن. حالا امسال دیگه معلم خودت سوال نمیده، یه نفر دیگه میاد سوالای امتحان نهایی رو طرح میکنه، بعد یکی دیگه تصحیح میکنه برگه امتحان نهایی تو، و اصلا دیگه اون جریان محمد و نگار و اینا که اون خونده اون ارفاق کرده اصلا یه همچین چیزی تو ذهنش نیست. میاد خودش اون چیزایی که تو ذهنشه تو درست نوشتی یا غلط نوشتی از همونا بهت نمره میده. پس امسال اون 20 گرفتنم یه خورده نسبت به سال قبل سخت‌تر میشه. به خاطر همین شما باید خیلی عمیق‌تر عمقی‌تر بخونید. پس این نکته دوم. نکته اول که گفتیم راجع به این بود که واقعا عمیا چه جای کار، کجای کار میاد ورود پیدا میکنه، تأثیر میذاره. نکته دوم این بود که واقعا الان دیگه معلم خودتون بهتون نمره نمیده که حال بده بهتون، مشتی بازی در بیاره، ارفاق کنه، از این کارا دیگه انجام نمیده. و نکته سوم خیلی مهمه، این که ما نمیدونیم قراره چجوری سوال بدن، شاید بخوان بیان ابتکارهای جدیدی به خرج بدن. ما در این حد میدونیم که امتحانهای عمومی و قراره طبق گفته خودشون 100 نمره ای کنن، 100 تا پوان داره. پس شاید امتحان نهایی تست هم داشته باشه، نکته های ترکیبی هم داشته باشه، مثلا آیه به حدیث ربط بدن، آیه به بیت ربط بدن، آیه ها رو تو جزئیاتش وارد شن. اصلا برخلاف سالهای قبل شما یادتونه میرفتید شب امتحان میخوندید، بعد هر چی میخوندی متن میخوندی، 3 آیه حفظی بود، اون 3 آیه حفظی ها رو میخوندی. حالا شاید امسال دور برگرده، بخوان اصلا از آیه ها بیشتر سوال بدن. و اینکه البته نگرانم نشید، چون که یه خوبی داره اینکه عمومی ها منتقل شده از کنکور به نهایی، اینه که دیگه واقعا امسال لازم نیست 10 بخونی 11 بخونی نکته های ترکیبی اونا رو یاد بگیری. خوبیش اینه که همین کتاب سال 12 رو اگه تو مسلط بشی روش، عمیق بخونی، جز به جز نکته هاشو بلد باشی، واقعا میتونی یه نمره خیلی عالی بگیری. پس ما راجع به سبک سوالا هم حرف زدیم، به خاطر اینکه سبک سوالا واقعا برای هیچ کس هنوز مشخص نیست، چون اینا جزئیاتش رو اعلام نکردن، پس تو به ناچار باید کاملا جزئیات اون درس رو بلد باشی، و باید بدونی که امسال 3 از داوطلبا واجبه براشون 20 بشن، واجبه براشون. دسته اول کیان؟ دسته اول کسایی هن که میخوان برن دانشگاه‌های خاص و رشته‌های خاص، دانشگاه خاص رشته خاص، این دسته اول. چون توی اختصاصی ها رقابت زیاده، بعد عمومی ها بهتون کمک میکنه. دسته دوم کیان که بهشون واجبه 20 بشن؟ اینا اینجوری هن. ببین سال قبل یه سری داوطلبا بودن، مثلا میگفتن ای بابا ما که اختصاصیامون ضعیفه، یا مثلا ریاضی رو بیشتر از 20% نمیزنیم،
یا مثلا اگه خیلی خودمونو خسته کنیم مثلا 40% میزنیم ریاضیو. پس ما بریم تو کنکور عمومیامونو بالا بزنیم حداقل به رتبمون کمک کنه. حالا الان این دست دوما باید چیکار کنن؟ باید نهاییاشونو نمره خوب بگیرن، تو عمومیا نمره 20 بگیرن تا اون 20 به کنکورشون کمک کنه. ببینی فکر میکنم این دست دوم مثلا دانش آموزای متوسط، اونایی که سطح وسط هستن میشناسن خودشونو دیگه، اونا هستن. پس بازم عمومی ها براتون واجبه که حتما 20 بگیرید. و دسته سوم کیان، شاید ندونی کیان، من الان میخوام بهت معرفی کنم. دسته سومی که بهشون واجبه 20 بگیرن اینان: داوطلبای کنکور 1401. دو سه هفته دیگه نتیجه هاشون میاد، بعد یه نفر میگه ای بابا من که رتبم خوب نشده، باید سال بعد دوباره کنکور بدم اون رشته‌ای که میخوامو برم. این میاد چیکار میکنه؟ میاد یه چیزی هست به نام ترمیم معدل، میاد دوباره امتحان نهایی ها رو میده که معدلش بره بالا، درسای عمومیشو نمره خوب بگیره که به کنکورش کمک کنه. پس اون دست سومم احتیاج دارن که اون نمره 20 رو بگیرن. دیدی چی شد؟ اگه تو جز این سه دسته هستی که تو کلاس ما یا میخوای رشته خاص و دانشگاه خاص بری، یا اختصاصیات ضعیفه میخوای عمومیات به اختصاصیات کمک کنه، یا اینکه رقیبت سر کلاسه، حالا مثلا رقیبت که میگم کسی که پارسال کنکور داده امسال هم دوباره میخواد کنکور بده، اینا واقعا امسال این نمره های عمومی براشون مهمه. من یه سری توضیحات کلی دادم راجع به این که چجوری اهمیت عمومی ها و شما چی کار باید بکنید. امیدوارم که نگرانتون نکرده باشم، ولی من هر چی گفتم واقعیت ها رو گفتم، چیزایی که یه ذره مسیر امسال رو برامون عجیب و غریب شاید بکنه، ولی تو بدون استرس با قدرت و با انگیزه بالا به مسیرت ادامه بده. و بدون که اینو یه بارم گفتم، مسیرت ساده شده. اختصاصی ها رو که میخونی، عمومی ها دیگه اون پای دهم یازدهمش رو نداری. تو درس دینی دیگه لازم نیست اون دهم یازدهم رو بخونی. و یه چیز دیگه هم که من میخوام بگم، بعدش هم راجع به جزوه و کلاس و اینا توضیح میدم، اینه توی امتحان نهایی زبان 1401، همین امتحان نهایی یک ماه پیش، تو درس زبان انگلیسی 60 تا سوال دادن بچه ها، 58 تا سوال توی امتحان نهایی. بعد توی اون 58 تا سوال مثلا 10-12 تا تست بوده، سه گزینه‌ای، چهار گزینه‌ای، علاوه بر اون چیزای جاخالی و صحیح غلط و نمیدونم ریدینگی که بوده و مرسوم بوده، تستم بوده. پس احتمال داره بخوان درسای دیگر هم اینجوری کنن، یعنی تو درس دینی تستم بذارن و از این حرکت ها انجام بدن. در کل برای هر چیزی آماده باشید. و چجوری میشه برای هر چیزی آماده شد؟ اونم این که در بهترین سطح و در بهترین کیفیت بخونی، که من تصمیمم اینه که امسال همین کار رو واسط انجام بدم. دوازدهم خیلی عمیق، خیلی محکم با هم میریم جلو. تو کلاسی که ما داریم قراره چه اتفاقایی بیفته؟ آیا قراره فقط تست کار کنیم؟ فقط تشریحی کار کنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ کتاب تست بگیریم؟ نگیریم؟ چه جزوه بگیریم؟ چی داشته باشیم؟ من این دارم بهت توضیح بدم. اولا که ما از هفته های بعدی، چون این جلسه به عنوان جلسه صفرمون حساب میشه، خیلی نمیخوایم وارد کتاب درسی بشیم و خیلی نمیخوایم توضیحاتی از کتاب درسی بدیم، از جلسات بعدی جزوه تو پنلتون قرار میگیره. پس این از نظر جزوه. جزوه ای هم که ما داریم، حالا درس به درس یا مثلا سعی میکنم کلش رو تو پنل قرار بدم که زحمت پرینت رو خیلی نکشی و اذیت نشی. جزوه ای که ما داریم علاوه بر درسنامه ای که تو سال دوازدهمش هست، علاوه بر اون آیه ها رو میخوایم خیلی عمیق‌تر با هم بررسی کنیم. پیام آیه ها، جزئیات آیه ها و مفهوم آیه ها رو میخوایم خیلی عمیق‌تر بررسی کنیم. دوباره توی اون جزوه فعالیت های کلاسی،
وقتی نهایی از همه جا باید مطالعه داشته باشی. اون قسمت‌های فعالیت کلاسی، اون قسمت‌های اندیشه تحقیق، اون نکته‌های پنهانی که شاید تو ندونی موقع خوندن حواست نباشه رو من برات گذاشتم. بعد انتهای هر درسم ما با هم تست کار می‌کنیم، چون نمیتونیم ریسک کنیم یهو تست کار نکنیم، فقط تشریح کار کنیم بعد بری نهایی ببینی همش تسته یا مثلا چند تا هم تست گذاشتن. پس تو جزوه‌م اون تست هم قرار دادم برات که تو بدونی چجوریه تست زدن و نکته های سال 12 ترکیبی اگه دادن یه موقع سخت تر کردن، خواستن رقابت بیشتر بشه چی کار باید بکنی. و دیگه ته هر درس من براتون نمونه سوال های امتحان نهایی هم گذاشتم از اون درسه، که همه اینا تقریبا هفته به هفته سعی میکنم تو پنلتون چند روز قبل کلاس قرار بدم که داشته باشید. یادتون نره، کلام آخر اینه که واقعا کتاب دینی 12 عمیق بخونید، چون فقط و فقط اومدی توی این کلاس که یک نمره بگیری و اون نمره 20. به پایین تر از این فکر نکن، چون یهو دیدی پرت شدی تو شهرهای دیگه، یهو دیدی اصلا اوضاع عجیب غریب شد. پس واقعا به پایین تر از این فکر نکن. دیگه شروع کنیم کارمونو. من امروز برای اینکه آغاز کارمون باشه میخوام با یه سری آیه هایی شروع کنم و دو تا نکته مقدماتی رو میخوام بهت یاد بدم که با سبک آیه ها آشنا بشی، هم با سبک جزئیات چجوری جزئیات رو بخونی آشنا بشی. برای این کار میریم سراغ این تخته. بله سوالاشون رو جواب میدیم. بله بله بیایم اینجا. بله بذارید پس اینو جواب بدم. ببینید عمومی ها اون 3 درس و اون 4 درس تأثیر داره توی معدلتون. ببین تو 2 معدل داری دیگه، یه معدل کله یه معدل نهاییه. اون معدل کله اون معدل است که میان ترمت، ترم 1ت، میان ترم 2، ترم 2 حساب میشه. پس اون خیلی ارزشش بیشتره. طبیعتاً کسی که عمومیاشو 20 گرفته اون 4 تا رو، خب معدلش از اونی که اون 3 تا رو 20 گرفته بیشتره دیگه. الان اینا یکی بودن، اینکه یکی 4 تا درسشو 20 بگیره 3 درسشو 20 بگیره قطعاً تو معدلش هم تأثیر داره. بله یه سوال دیگه. بله این نکته رو من بهتون بگم، دلیل اینی هم که ما میخوایم توی این جواب این دوستمون رو میدم و دلیل اینکه ما توی این جلساتی که داریم توی جزوه‌مون تستم قرار دادم، یکیش اینه که سوالای امتحان نهایی شاید تستی باشه، شاید چند تا تست داخلش باشه. یه دلیل دیگه اینه که دیگه ایرانه دیگه، شاید یهو مثلا شهریور گفتن نه آقا همون سبک قدیم رو ادامه بدید و بریم دینی و یعنی عمومی ها رو ببریم توی کنکور سراسری. پس احتمالش رو من خودم به شخصه، خود من نظرم اینو، احتمالش رو میدم که شاید دوباره نظرشون برگرده از اول مهر بگن نه آقا عمومی ها تو کنکور هست. پس واسه اینه که تو تابستون داریم تست کار میکنیم. اون دوستمون هم که گفت 10 و 11 نخونیم یا بخونیم، نه دیگه فعلا یه استوب بزن تا شهریور، منتظر خبر جدید باشیم ببینیم که آیا اونا رو اضافه میتونیم بکنیم یا نه. دیگه سوال دیگه. ببینید این باز ترمیم معدل و اینا رو هنوز جزئیاتش رو نیومدن بگن دیگه، اینکه کنکور 2 بار تو سال کیه معلوم نیست، عمومی ها حذف شده، ترمیم معدل کیه معلوم نیست، ولی احتمالاً اگه بخوان این کار رو انجام بدن توی دی ماه اون امتحان ترمیم معدل رو میگیرن و شاید هم نیاز نباشه که تو دوباره بری دینی و
امتحان بدی، چون اسمش روشه دیگه، ترمیم معدله. یعنی اونایی که 20 شدی اوکی، اگه میخوای یه درسی و ضعیفی دوباره نمرت بره بالا، اونا رو باید تقویتش کنی و ترمیمش کنی. سوالا تموم شد؟ یکی دوتا شده دیگه بپرسید و بریم. بله، اون به خاطر اون معدل کله که گفتم حساب میشه، اونا هم جز نمره های مهمی حساب میشه. البته باز تا جزئیات رو ندن ما چیز خاصی نمیدونیم، ولی فعلا بین اون کتاب های دهم و یازدهم و دوازدهم، دوازدهم واقعا تنها کتابیه که خیلی خفن باید بخونید. و یه سوال دیگه. بله، این هم چشم، حتما من سعی میکنم که یه جوری جزوه رو تو پنل قرار بدم که واقعا خیلی اذیت نشید. اینم دلیل این که جزوه قرار هفته بعدی تو پنلتون قرار بگیره اینه که من هم خودم مطمئن شم که دیگه چیزی تغییر نمیکنه. همین که اصلا این هفته ما میخوایم با کتاب درسی آشناشیم که تو جزوه رو دیدی به خودت بگی خب این خودش کتاب درسیه، همه چی داره، کامله، با خیال راحت بری جلو. بریم دیگه چند تا نکته با هم کار کنیم و حالا اگه با سوالی بود آخر کلاس من جواب میدم. عرض کنم خدمتتون که الان فقط میخوام ذهن تو جزئیاتی کنم. یعنی تو تا الان به چیزایی که توجه نمی کردی توی این درس، میخوام بهت توجه بدم که این درس رو چجوری بخونی، رو آیه ها چجوری تمرکز کنی. قراره مثل سالای قبل نباشه که دینی و شب امتحان میخوندی بعد دیگه میرفتی فردا امتحان میدادی، چون قراره که به جزئیات توجه بشه. قراره دین و زندگی 100 نمره‌ای باشه. برای این کار، واسه اینکه ذهنتو آشنا کنم چجوری خودت بشی یه معلم دینی، خودت خواستی کتابو بخونی، چجوری به خودت کمک کنی، میخوام یه آیه بنویسم. این آیه از درس 1:11، من فقط میخوام آموزش بدم بهت. و این آیه اینجوری شروع میشه: یا ایها الذین آمنو. ترجمهشو بلدی دیگه، کاملا آشناه. ای کسایی که ایمان آوردید آیه خوندن رو قشنگ یاد بگیر. از نظر اینکه این آیه رو چجوری باید تحلیل کنی، اینا مهمه که خدا تو آیه های قرآن داره با کیا حرف میزنه، چی داره بهشون میگه، و اگه اونا اون کار رو انجام بدن عاقبتشون چی میشه، چه نتیجه‌ای دارن، چی کار باید بکنن. اولا خدا تو این آیه داره با گروهی از مردم حرف میزنه. این گروهی عام نیستن، میشن خاص. پس مخاطب این آیه خاصه. اگه میگفت یا ایها الناس میشد خطاب عام. اوکی، حالا خدا داره به اینا چی میگه؟ اگه تو ذهنت آشناه همونجوری ذهنی جواب بده، استجیبو، اجابت کنید. کیو باید اجابت کنن؟ لله و للرسول. میبینی خدا به مؤمنا دستور داد؟ چه دستوری به مؤمنا داد؟ اینکه خدا و رسولشو بپذیرن. به این کار میگن دینداری یا پذیرش دین. حالا اگه اونا این کار رو انجام بدن، دینو بپذیرن، عاقبتشون چی میشه؟ لما یوهیکم، بهتون حیات میدیم. به این حیاته میگن زندگی حقیقی، یا اصطلاحاً کمال هم میگن. یعنی اینا به کمال میرسن. فکر کن داری آموزش میبینی که چجوری خودت بعدن آیه ها رو بخونی. قشنگ دارم آسته آسته میرم جلو، اصلا عجله نکن، چون قراره که حرفه‌ای بشی. این آیه مخاطبش کیا بودن؟ مؤمنا. خدا به مؤمنا چه دستوری داد؟ دین رو بپذیرید، خدا و رسول و دعوتش رو اجابت کنید. اگه مؤمنا این کار رو انجام بدن به کمال میرسن. به اون اگه دقت کردی، میخوام اینو ازش در بیارم. ببین، چون مؤمنا دین رو پذیرفتن به کمال میرسن.
یه بار دیگه، چون مؤمنان دینو پذیرفتن به کمال میرسن، پس پذیرش دین میشه علت، کمال میشه معلول. از آخر بگو، کمال معلول پذیرش دینه، کمال تابع پذیرش دینه. وقتی میخوای ذهنت جزئیاتی بشه باید اینا رو بلد باشی. این خطه میشه علت، یا مطبوع هم بهش میگن. این خطه میشه معلول، یا تابع هم بهش میگن. چیزایی که میپرسن اینا قانونای نانوشته است. هیچ ما تو دین و زندگی یه درس نداریم علت و معلول را توضیح دهید، بعد بیا توضیح بده براتون. اینا رو میپرسن ازتون، پس از الان ذهنت اینجوری باشه که اینا رو یاد بگیری. من واسه اینکه تو بیشتر یاد بگیری یه جمله درست میکنم. ببین، آتش حرارت، چون چی داریم؟ چی داریم؟ چون آتش داریم حرارت داریم. پس از آخر بگو، حرارت معلول آتش، حرارت تابع آتش. بارون خیس شدن زمین، چون بارون میاد زمین خیس میشه، پس خیس شدن معلول بارش بارون، خیس شدن تابع بارش بارون. چون دینو پذیرفتی به کمال میرسی، کمال معلول پذیرش دین، کمال تابع پذیرش دینه. اوکی، منتها اینا رو تو باید تو آیه ها یاد بگیری دیگه. تو سوالا نمیپرسن عمو جون آتش علته یا حرارت، بعد تو بگی آتش، بعد بگی آفری عمو جون. نه، اینو تو باید تو آیه ها بلد باشی، یعنی اینو باید یاد بگیری نتیجهش چی میشه، یا اینو باید یاد بگیری که معلول چیه، تابع چیه. برای اینکه مطمئن شم همتون یاد گرفتید، یه آیه می نویسم. این آیه ها سال 12 همه. ببین، ان الله ربی و ربکم فعبده. این خط، این خط، یه دونه یک و دو تو چتا به من بگیدا، کدوم از اینا مطبوعه؟ مطبوع یک یا دو؟ مطبوع یک یا دو؟ خب مرسی. این خطمون رو میگن مطبوع، اینم میشه تابع. مطبوع همون علت بود، اینم همون معلوله. یکی دیگه، به این آیه ها بر میگردیم. تمرین کن، تمرین کن، یاد بگیری. یه آیه داریم مال سال دهمه، میگه من آمن بالله. ترجمه شو بلدی؟ من آمن بالله یعنی چی؟ به خدا ایمان داره. عمل صالحن، عمل صالح انجام میده. فلا خوف ولا هم یحزنون. دوباره یه یک و دو به من بگید، کدوم از اینا معلوله؟ یک یا دو؟ قشنگ داری یاد میگیری یا با دقت جواب بده. نتیجه رو بگید، بیشتر کیا زدن، کدومو زدن؟ این چند ثانیه اختلاف
مرسی مرسی. بله اینجا میشه معلول و اینجا میشه علت. حالا این که بهت میگم جزئیاتو باید بلد باشی، خیلی ریسک نکن که آیه ها رو بذاری کنار، میخوام بهت اینو یاد بدم. ببین توی آیه ها وقتی میخوان سوال طرح کنن اینجوری سوال میدن. ببین کجای این آیه داره راجع به شجاعت حرف میزنه؟ اینجایی که میگه نترسید لا خوف، اینجا میشه شجاعت. کجا این آیه داره راجع به ایمان حرف میزنه؟ مؤمن بودن، اینهاش آمن بالله میشه ایمان. کجا این آیه داره از امید و نشاط حرف میزنه؟ امید. اونجایی که میگه لا یحزنون حزن یعنی غم، بعد لا یحزنون غمگین نیستن یعنی نشاط دارن. اینم که عمل دیگه، عمل صالح انجام میدن. جزئیات آیه ها رو نگاه کن با دست من. شجاعت و نشاط معلول ایمان و عمل صالحه. یه جور دیگه شجاعت و نشاط تابع ایمان و عمل صالح. ممکنه این آیه رو بدن بگن ایمان و عمل صالح، نتیجهش چیه؟ تو بگی شجاعت و نشاط، یا تو گزینه ها بذارن، یا برعکسش شجاعت و نشاط تابع چیه، ثمره چیه؟ تو بگی ایمان و عمل صالح. پس چیزی که واسه خیلی مهمه اینه که رو جزئیات آیه ها اینجوری توجه کنی. آخریش هم مثال بزنیم که مطمئن شیم همه یاد گرفتن، دیگه خیالمون راحت باشه. یه آیه داریم اینجوریه، بازم سال دهمه ها، من خیلی میخوام آموزش بهتون بدم، این که مال چه پایه‌ایه رو زیاد بهش فکر نکن. آدما وقتی میمردن وارد یه عالمی میشدن به نام برزخ، بعد فرشته ها بهشون میگفتن، اگه آدمای خوبی بودن بهشون میگفتن سلام علیکم ادخلوا، بیاید تو، بما کنتم تعملون، دمت گرما. یه کدوم دیگه به من بگو کدومش ثمره است؟ یک یا دو؟ با انرژی جواب بدید. یک و دو کدومش ثمره است؟ بله به من بگید کی بیشتر گفته ثمره رو. مرسی. بله مرسی. ببین میگه وارد شید به خاطر کارهایی که انجام دادید. اون جمله رو بساز تو ذهنتو، چون کاراشون خوب بوده وارد بهش میشن، یا چون وارد بهش میشن کاراشون خوب بوده. این کارهای خوب انجام دادن دیگه، پس وارد بهش میشن، پس چون کارشون خوب بوده این میشه علت، این میشه معلولش. یا به جای معلول میگفتیم تابع، به جای این میگفتیم مطبوع. اینا تو ذهنتون باشه. یه چیز دیگه هم به اینا اضافه کنم، اینا رو میگن یعنی معلول و تابع رو میگن ثمره، اینا رو هم میگن توصیف. توصیف و ثمره همون علت و معلوله. اوکی، اولین چیزی که سر این کلاس باید یاد میگرفتی و خیلی برای مهم بود که تو اینو یاد بگیری، چون با جزئیات متن آشنا میشی. الان تو هر صفحه ای از کتاب 12 رو باز کنی، هر آیه‌ای بری، تقریبا هر حدیثی بری، یه دونه از اینا میتونن بهت بدن. اینا بیشتر از این که
اون جنبه سوالیشو داشته باشه بهت کمک میکنه جزئیات متن رو بیشتر درکش کنی، جزئیات متن رو بیشتر بفهمی. اما بریم سراغ دومین نکته که بازم میخوام اینو خوب یاد بگیری و همه جا تقریبا کاربرد داره دیگه. یه موضوعی رو میخوایم با هم کار کنیم به نام توحید و این موضوع یکی از درسای سال 12مت هم هست، ولی چون خیلی گسترده است از همین اول میخوام بهت بگم که درگیرش نشی زیاد. ما یه موضوعی داریم بچه ها به نام توحید. توحید یعنی این که اعتقاد داشته باشی به اینکه خدا یگانه است، خدا یکیه، شریک و همتا نداره. توحید دو قسمت مختلفن. یه توحید داریم بهش میگن توحید نظری. توحید نظری اون چیزیه که نسبت به خدا فکر میکنی، عقیده تو میشه. یعنی مثلا حتی اگه قبولش نداری، معتقدی خدا نیست، عقیده توه، این نظر توه، میبینی؟ و این توحید هم داریم به نام توحید عملی. توحید عملی میشه کارهای ما برای خدا، کارهایی که ما انجام میدیم واسه خدا. میبینی؟ اون علت و معلل رو یاد گرفتی؟ اینجوری از 12 سوال میدن، نگاه کن. توحید عملی نتیجه چه توحیدیه؟ نظری. چجوری فهمیدم اون نتیجه است؟ ببین، چون عقیده داری عمل میکنی، چون عقیده داری عمل میکنی. پس عمل تابع عقیده است، عمل معلول عقیده است. پس توحید عملی میشه تابع. به جای تابع چی میگفتیم؟ معادلش چی بود؟ معلول ثمره. تابع معلول ثمره. اینا تو ذهنت باشه. توحید نظری ها 4 قسمت مختلفن. بازم باید رابطهشون رو بلد باشی ها. اولیش میشه توحید خالقیت. واژه ها رو دریاب. ایت یعنی بودن. مثلا معلولیت، مثلا میگن یعنی طرف معلولیت داره، یعنی معلول بودن. خالقیت یعنی خالق بودن. دیگه چی داریم؟ 2 مالکیت داریم. یعنی چی مالکیت؟ یاد گرفتی دیگه، نه؟ یعنی مالک بودن، صاحب بودن. 3 ولایت داریم. آهان، بگو. ولی بودن. و 4 ربوبیت داریم. ربوبیت یعنی چی بودن؟ ربوب بودن؟ نه، رب بودن، پروردگار بودن. اوکی، باز رابطه اینا رو بلد باشه. میبینی الان اون علت معلولیه رو بهت توضیح دادم که اینا رو یاد بگیری، اگه پرسیدن جواب بدی. الان نگاه کن، چرا خدا مالک جهانه؟ چون خالقه. یکی دیگه، چرا تنها ولی جهان خداست؟ چون مالکه. علت معلول یاد گرفتی اینجوری سوالای ریزو جواب بدی. چرا خدا رب ماست؟ چون سرپرست این جهانه. چرا خدا رو میپرستیم؟ چون خدا رب جهانه. چند تا سوال از 12 بود اینا. هی ازت پرسیدم که تو متن گم نشی. الان ببین، چون خالقه مالکه یا چون مالکه خالقه؟ اولیش درست‌تر بود، نه؟ چون خدا جهان خلق کرده پس مال اونه. پس مالکیت میشه معلول خالقیت. این میشه معلول این، اینم میشه معلول این. چون مالک ولیه پس ولایت معلول مالکیت. چون ولایت داره ربوبیت داره، پس ربوبیت معلول ولایته. حالا این کلمه ها تو رو به این توحیدا میرسونه. مثلا کلمه یه دونه رنگ دیگه بردارم، خالق یا مبدأ، تو رو به این میرسونه. لله یعنی چی؟ آیه های 12 منو. لله یعنی برا مال اونه، واسه خداست، پس یعنی خدا مالکش. ولایت از ولی میاد. ولی یعنی سرپرست. خدا سرپرست این جهانه، یعنی فرمان روای جهانه. یعنی خدا حکم میکنه توی این جهان. حکم یعنی چی؟ اون بازیه که میکنن 4 نفری. حکم یعنی همون فرمان. حکمش یکیه، احده.
اینا میشه ولایت. و اگه از اینا صحبت کنن و این رب جهان خداست، ربوبیت رو میبینی ایناش رب داره، رب رب اداره میکنه جهان و خدا اراده داره بابا، اثر میذاره. به عبارت دیگه همه کارهایی که خدا برای ما انجام میده به جز این میشه، این میشه ربوبیت. اوکی، پس ببین یه مبحث الان یاد گرفتی ها، یه مبحثی که هر جا بریم تقریبا ازت میپرسم. توحی دو دسته بود، نظری عملی. با من مرور کن، نظری چیه ماست؟ عقیده ماست. عملی چیه ماست؟ کارای ماست. بین نظری و عملی چی تابعه چیه؟ عملی تابعه نظری، عملی معلول نظری. نظری ها چند تا بود؟ چهار تا: خالقیت، مالکیت، ولایت، ربوبیت. خالقیت، مالکیت، ولایت، ربوبیت. بعد اینا پشت به پشت علت معلول همن. ببین عملی معلول ربوبیت، معلول ولایت، معلول مالکیت، معلول خالقیت. دوباره از اون بالا پشت به پشت که نه، جلو به جلو علت همن. ببین خالقیت علت مالکیت، مالکیت علت ولایت، ولایت ربوبیت، و ربوبیت هم عملی رو میده. رابطهش یاد گرفتی؟ یه چند تا سوال دوباره میپرسم، توی چتا گزینه به من بگو. ببین گزینه 1 2 3 4، اینم گزینه 5 تونه عملیه. اوکی، چون چتامون هم یه ذره دیرتر میاد، خیلی حالا سوالامو کم میکنم که اذیت نشین. اینو بگید چطوری دیه؟ الحمدلله، الحمدلله. باهوش باش، با دقت جواب بده ها. یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج؟ نه، خب چند تا داریم؟ یک دو سه چهار پنج. اونایی که گفتن دو، گفتن خب الحمدلله لله داره دیگه، پس میشه مالکیت. ولی ببین مفهوم جمله فرق میکنه. الحمدلله یعنی حمد میکنم خدا رو، کار ماه میشه عملی. دیدی با دقت جواب بدی اینجوری میشه نتیجهش، عملی زدی، دمت گرم. بعدی رو با دقت بزنید. یکی دیگه نظری نگید، گزینه هامون این 5 تاست که شماره داره. یکی دیگه: خدا صاحب اختیار جهانه. صاحب اختیار، پشت فرمان، رقابت واسه جواب. نه، سه نمیشه. خب چند داریم؟ داریم بین 4 و 2 بازگیر کردیم. میبینی چقدر شبیه هم بود نامردی این سوال. 3 هم میگن بچه ها. ببین اگه بگن خدا صاحب جهانه میشه 2، ولی نگفته که خدا صاحب جهانه، یه خدا صاحب اختیار، اراده داره، داره از اراده خدا حرف میزنه. ببینی یه ذره مفهوم داری یاد میگیری. تا پارسال اینجوری بود بریم بخونیم توحید خالقیت، این و این و این و این، تموم شد. الان دیگه مفهوم باید یاد بگیری. دو تا دیگه میپرسم و تمام. یکی دیگه اینو بگید: اگه بگن همه از آن اوست، همه از آن خداست. بچه های پشت صحنه نظری ندارن؟
خب بله نتیجه رو بگید چی شد؟ اکثرا دو داریم. بله از آنه یعنی چی؟ یعنی برای مال خداست. مال خدای میشه مالکیت دیگه. اونایی که گفتن یک از آنه خالقیت ربطی نداره، که سه هم که ولایت ربطی نداره. و آخریش و آخریش اینو بگید اشاره به چی داره؟ اگر اگه یکی معتقد باشه که خدا جهان رو هدایت میکنه، این چه توحیدیه؟ هدایت. نه لفت بده از جواب دادن. چی میشه؟ چی میشه؟ هدایت. بله مرسی. چار سه. هدایت کار کیه؟ کار خداست. خلقش هم که نیست دیگه، میشه ربوبیت. اینا مالکیت و ولایت کلن همینان، همین کلمه ها رو دارن، بعد بیشتر صفت های خدان. مثلا ببین تو دختر مهربونی هستی، میشه صفتت. ولی مثلا تو کسی هستی که میتونی این کلاس رو اداره کنی، این میشه کارت، دیگه صفتت نیست. اینا هم صفتی هن بچه ها، مالکیت و ولایت صفتی هن. اینا این بیشتر کار خداست. پس من یه چند تا ازتون پرسیدم، یه چند تا هم خودم میخوام بهتون بگم، بعد به این نکته هامون دیگه اضافه کنیم. یه بار دیگه پس مرور کنیم. ببین اگه بگن لله، خود لله، مثلا لله ما فی السماوات و الارض، میشه مالکیت، مال خداست دیگه. ولی بگن الحمدلله، ما خدا رو حمد میکنیم، میشه عملی، شبیه حماسا. یا مثلا بگن اگه همه از او هستند، همه از او هستند، یعنی همه مخلوق اونن، همه از اون به وجود اومدن، میشه یک. ولی من سوالم این بوده همه از آن او هستن، از آن یعنی برای، میشه دو، مالکیت. یکی دیگه صاحب جهان خداست، مالکیت. ولی اگه بگن خدا توی این جهان صاحب اختیار اراده داره، میشه ربوبیت. مفهوم عوض میشه، جمله عوض میشه. من یه بار میگم اومدی سر این کلاس ها، یعنی اومدی سر این کلاس. ولی یه بار میگم اومدی سر این کلاس درس بخونی ها، یعنی منظور من درس خوندن، درس تو بخون. مفهوم عوض شد، گول نخور. برمیگردیم این صفحه. شبیه هما اینا بودن، لله و الحمدلله. همه از اوست، همه از آن اوست. یکی دیگه صاحب و صاحب اختیار. خیلی نزدیکن ها، خیلی نزدیکن. سریع من شماره هاشو جلوش میزنم. این میشه مالکیت، این میشه عملی. 2-5 بودن دیگه. دوباره این میشه مالکیت، این میشه خالقیت. این میشه مالکیت، این میشه ربوبیت. علاوه بر این که توحیدا رو یاد گرفتی، ما نقطه مقابل توحیدم داریم. نقطه مخالف توحید رو بهش میگن شرک. شرک. اگه کسی معتقد باشه که در کنار خدا یا مستقل از خدا میتونه یه سری کارهای، یکی یه سری کارهای انجام بده، دوچار شرک شده. توحید یعنی اعتقاد داشته باشی که خدا یکیه. شرک یعنی اعتقاد داشته باشی که یکی شریک خداست. دوتان
یکی کنارش هست، این میشه شرک. مثلا اینجا رو ببین، من میگم یکی هست که میتونه در کنار خدا جهان رو اداره کنه. نگران نباشید، من اگه اعتقادم این باشه دوچار شرک ربوبیت شدم. این ناکن شرک ربوبیت. یکی دیگه، من میگم یکی هست که میتونه مستقل از خدا سرپرست جهان باشه. اگه من معتقدم به این که یکی در کنار خدا سرپرست جهانه، دوچار شرک ولایت شدم. یکی هست که مستقل از خدا مبدع جهانه، شرک خالقیه. در کنار خدا شفا میده. مثلا اگه معتقد باشی پیامبر در کنار خدا شفا میده، تو دوچار شرک ربوبیت شدی. مثلا معتقد باشی امام رضا در کنار مستقل از خدا یکی اون روز شفا داد، من مستقله، میشه شرک، میشه شرک ربوبیت. اوکی، و مادر همه اینا، مادر همه توحیدا میشه جی 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 جینگ، اصل توحید. اصل توحید یعنی این بچه ها، اینجاست اصل توحید، یعنی همه اینا. اگه تو معتقد باشی خدا یکیه، احد، واحدم یعنی یک دیگه، یا مثلا چیزای شبیه این، مثلا لا اله الا الله هم یعنی خدا یکیه، لم یلد و لم یولد هم یعنی خدا یکیه، نه زایده و نه میزاد، به این میگن اصل توحید. یا همه مراتب توحید هم بهش میگن، همه مراتب توحید. ولی باز یادت نره که مفهوما برامون مهم ها، درگیر کلمه نشو، تو اون مفهوم عبارت رو باید یاد بگیری. سه تا سوال میپرسم بعد دیگه اینجا رو ردش میکنیم. اینا رو دوباره بگید، چه توحیدیه؟ هیچ کس در فرمان روایی جهان شریک خدا نیست. هیچ کس در فرمان روایی جهان شریک خدا نیست. پنج گزینه داری، اینم شیشومیش. هیچ کس در فرمان روایی جهان شریک خدا نیست. باریکلا. دیر اومدی شیر اومدی. پشت صحنمون درست گفته بچه ها، بزنید ببینیم چی میزنید. شیش هم داریم. بله. چند داریم دیگه بیشتر؟ اوکی، شیش و سه. اونایی که گفتن شیش، ببین خدا شریک و همتا نداره میشه شیش، ولی الان ما اومدیم گفتیم در فرمان روایی جهان خدا شریک نداره. فرمان روایی. میبینید قشنگ داری کلافه میشی یا ذهنت اذیت شد. اینا رو ببین، خدا شریک و همتا نداره، این میشه اصل توحید، یعنی خدا یکیه. ولی یه بار هست میگن خدا توی آفرینش شریکی نداره، میشه خالقیت. یه بار هست میگن خدا توی اداره جهان شریکی نداره، میشه روبی. خدا توی فرمان روایی شریک نداره، ولایت. کلمه ها مهمه دیگه. خدا توی مالکیت این جهان شریکی نداره دیگه. اون شریکی نداره دیگه مهم نیست برات، اون مالکیت تو رو میرسونه. یاد باشه که فکر کنی قشنگ. قرار بود سه تا بپرسم، دو تا دیگه هم میپرسم. دومیش اینو بگید چه توحیدیه. قل هو الله احد. قل هو الله احد پنج یا شیشه؟ پنج یا شیش؟
خب چند آفرین، مرسی. قل هو الله احد. یه سری میگن خب اینو ما میگیم دیگه، پس کار ماست، پس میشه عملی. ولی در صورتی که بیان داری میکنی عقیدتو، یه چیزی داری بیان میکنی، داری میگی خدا یکیه، کاری انجام ندادی که عقیده ایه، این تفکرتو داری ابراز میکنی. قل هو الله احد پس میشه اصل توحید. و آخریش حکمه احد. این چه توحیدی؟ رقابت سنگین شده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. کدوم گزینه؟ سه داریم اکثرا؟ آره دیگه. میبینی؟ اینجا احده گولت نزنه ها، میبینی؟ احده این نیست. داره میگه خدا تو حکمش شریک نده. حکم یعنی فرمان، یعنی فرمانش یکیه. اصل توحیده داره میگه خدا خودش یکیه. خودش یکیه. اوکی؟ فقط این خلاصه رو ما امروز نوشتیم که تو بدونی مفهومی خوندن یعنی چی. فکر میکنم اگه اینجوری به دینی تا الان داشتی نگاه میکردی، اینجوری داشتی دینی رو میخوندی، واقعا درست خوندی، دمت گرم. ولی اگه تا الان دینی رو اینجوری نخونده بودی، به جزئیات انقدر توجه نداشتی، حتما از این به بعد سعی کن که برات مهمتر باشه. یه مرور خیلی ریزی انجام میدیم، بعدش دیگه میبرمتون توی کتاب درسی. دو تا نکته امروز یاد گرفتی از من. اولی نکته اون علت معلولیه بود. همیشه واسه اینکه اون علت معلولیه رو بسازی، چون حرفه‌ای نیستی، از اون اول با چون شروع کن که ذهن تو متن خوندن قوی بشه. این علت معلولیه رو گفتم که تو متن خیلی مسلط تر بشی. یه گاهن آیه ها و حدیث ها هم اینجوری میپرسن ازت. بین علت و معلول واژه های شبیه همش رو یه بار دیگه پس بگم. علت معادلش چی بود؟ مطبوع و یا توصیف هم میگفتیم. اینا یه معنی میدن، علت، توصیف و مطبوع. معلول و تابع و ثمره هم یه معنی میدادن. بین آتیش و حرارت چی تابع چی بود؟ حرارت تابع آتیش. بین بارون و خیس شدن چی تابع چی بود؟ خیس شدن تابع بارون. بین دینداری و کمال چی تابع چی بود؟ کمال تابع دینداری بود. اینا رو یاد بگیر که تو مد خیلی خفن‌تر بری جلو. ما دو دسته کلن توحید داشتیم، توحید نظری، عملی. عملی کارای ما واسه خدا بود، نظری عقیده ما بود راجبه جهان هستی و خدا. بعد عملی خیلی گسترده است کلید واژه هاش، مثلا 200 تا کلید واژه داره، ولی تو مفهومش رو یاد گرفتی. ببین مثلا اقم الصلات، صلات یعنی چی؟ نماز. نماز ما میخونیم، کار ماست، میشه عملی. توکل علی الله، توکل کار کیه؟ کار ماست، میشه عملی. ببینی کارای ما هر چی دیدی باسه خدا بود میشه توحید عملی. یا مثلا یه آیه داشتیم تو سال دهم میگفت کتب علیکم صیام، روزه به شما مقرر شده. روزه کار ماست، دوباره میشه عملی. اوکی، پس این از توحید عملی ها که کارای ما باسه خدا بود. توحید نظری ها چهار تا بود، به ترتیب باید بلد باشی. خالقیت، مالکیت، ولایت، ربوبیت. خالقیت، مالکیت، ولایت، ربوبیت. ربوبیت معلول ولایت، ولایت معلول مالکیت، مالکیت معلول خالقیت. این چهار تا هم یاد گرفتی. پنجمیش هم توحید عملی بود. ششمین توحیدی که یاد گرفتی اصل توحید بود که یگانگی خدا رو داشت میگفت. اگه معتقد باشی خدا احده، خدا واحده، هیچ شریک و همتایی نداره، میشه اصل توحید. نقطه مقابل توحید هم یاد گرفتی. نقطه مقابل توحید رو بهش میگن شرک. اگه کسی معتقد باشه مثلا در کنار خدا
مستقل از خدا یه سری کارایی میشه کرد، دوچار شرک شده دیگه، که حالا با هر کدوم از اون کلمه ها که میامد میشد شرک مخصوص خودش. من از این خلاصه آخرین سوالم رو بپرسم و تموم، چون میخوام یه چیزی بهت یاد بدم که بدونی اون اهمیت اون علت معلولات چقدر. یه سوال، بازم گزینه‌هاتون 1, 2, 3, 4, 5, 6 ها. ببین آیه گوش کن، الله ولی و لذین آمنو، یه بار دیگه، الله ولی و لذین آمنو، معلول چه توحیدیه؟ الله ولی و لذین آمنو معلول چه توحیدیه؟ گزینه بگید 1 تا 6. نه سوختی دیگه، سوخت. خب آره اون دومیه درست بوده، به کسی نگی. بله مرسی از کسایی که 2 زدن. دیدی خیلی هم عالی بود این سواله. الله و ولی و لذین آمنو، ولی دا خودش اینه، ولی من پرسیدم معلول چیه، این معلول اینه. اوکی میتونن اینجوری هم بپرسن، الله و ولی و لذین آمنو علت چه توحیدیه؟ ربوبیت میشه. 2 تا دیگه هم خودم میگم. ببین رب العالمین، رب العالمین خودش میشه ربوبیت، رب دیگه. بعد رب العالمین معلول چه توحیدیه؟ ولایت. رب العالمین علت چه توحیدیه؟ هیچی، پایینش چیزی نداره که، نداره اینه هاش. رب العالمین علت اینه. چقدر خط خطی شد. ربوبیت معلول ولایت، علت عملیه. یکی دیگه عبارت خدا مبدأ این جهانه نتیجهش چه توحیدی میشه؟ اینکه خدا مبدأ جهانه، خودش میشه خالقیت، خودش میشه اینجا. بعد نتیجهش میشه مالکیت. این دیگه بالاش چیزی نداره دیگه، نمیتونی بگی خالقیت معلول چیه، علت خالقیت رو ما دیگه اینجا نداره. پس علاوه بر این که توحیدا رو یاد گرفتی، 2 دسته شدن اینا کلمه های مهمش بود، علاوه بر این که شرک هم یاد گرفتی، اصل توحید هم یاد گرفتی، یه روابط خیلی پیچیده طوری بین اینا هم هست، این هم سعی کردم بهت یاد بدم. این خلاصه ای هم که بهت گفتم قشنگ یکی از درس های 12 بهت گفتم، درس 2 12 که این آمادگی ذهنی رو داشته باشی، هم فهمیدی الان چقدر مفهوم های 12 سنگینه، هم فهمیدی که این خلاصه ای که الان میخوایم با هم کار کنیم چه کاربردی داره. اصلا الان از درس 1 کاربردش شروع میشه. بریم سراغ کتاب درسی که داشتیم، اگه کسی سوالی نداره. بله ممنونم. من بیام اینجا یه سری توضیحات بهتون بدم. بله نه، ولی ممکنه یه آیه بدن مثلا توش چند تا توحید باشه، اینجوری میشه. سعی نو ببین، ان الله ربی و ربکم فعبدهو، بپرستیدش. خدا رب منه پس بپرست. هم ربوبیت داره هم عملی داره. یعنی یه آیه است توش چند تا توحید، اینجوری ممکنه بدن.
یه لحظه میری توی همون خلاصه همون. مرسی. این برای که بهت نشون بدم الان این دوستمون هم سوال پرسید چقدر توحیدا مهمه، اصلا این آیه ها مال یه جای دیگه است، مال یه کتاب دیگه است. این توحیدایی که خوندیم مال سال 12مه. الان این آیه رو ببین، من میخوام توحید این آیه رو تشخیص بدم، این آیه چه توحیدی داره. سلام بر شما، وارد بشید. واسه کارهایی که انجام دادید، عمل انجام دادن دیگه، پس این توحیدش میشه عملی. درس مال 12م بوده، اینا مال سال 10مه. ببینید چقدر گسترده است. بریم حالا قبلیه. این آیه چه توحیدیه؟ این دومیه. چه توحیدایی داره؟ من آمنه بالله و عمل صالحاً. میبینی الان عمل صالح داره میشه عملی. بعد ایمان هم داره دیگه، این میشه نظری. چون فقط عقیده است میگیم نظری دیگه، نه خالقیت، نه مالکیت، نه ولایت، نه ربوبیت. پس این آیه بازم خودش دو تا توحید داشت. بالاییش هم بگو، این همینه که الان مثال زدم. میبینی ان الله ربی و ربکم، خدا رب بمونه، پس میشه ربوبی. فعبد و بپرستیدش، پس میشه عملی. چه خوشگل یاد گرفتیم. بریم بالاییش هم ببینیم. اینم مال سال 11مه این آیه. میگه یا ایو الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول و دعوتش رو بپذیرید. خب ما اگه دعوت خدا و رسول رو بپذیریم میشه توحید عملی دیگه. عمل ماست، کارهایی که ما واسه خدا انجام میدیم. هم از 11م، هم از 10م، هم از 12م آیه خوندیم، توحیداشو گفتیم. ببین چقدر توحیدا گستردن. الان هم میخوایم درس بخونیم، باز به این توحیدا میرسیم. ممنون، بریم سراغ کتاب درسی. بله، کتاب دین و زندگی رو من آوردم، البته قراره که بهتون جزوه بدم، فقط کتاب آوردم امروز باش آشنا بشی. این کتاب برای رشته غیر از انسانیه، هر کی غیر انسانیه عکسم رد کنیم، هر کی غیر انسانیه 10 تا درس داره. بچهای ریاضی تجربی و اونایی که کلا غیر انسانی ان 10 تا درس، بچهای انسانی 13 تا درس دارن. از بین این درس ها درس 1 تا 8 تون بین بچهای ریاضی و تجربی و انسانی و کلا همه رشته ها مشترکه. بعد درس 9 و 10تون اینجاها یه جاهایی که مثلا بچهای انسانی یه درسشون میشه 2 تایهو. مثلا درس 9 واسه انسانیا میشه درس 11 و 12، اینجوری میشه. پس اکثر مطالبی که ما داریم مشترکه. اگه بچهای انسانی هم سر کلاسمون هستن این نکته رو داشته باشید که ما مطالب مشترک و سر کلاس با هم کار میکنیم. بعد آخر سر یا مثلا نزدیک امتحانات که شدیم حتما اون مطالبی که نگفتیم و مخصوص شما بود جلسه میذاریم و اونا رو باهاتون کار میکنیم. تا سالای قبلم اینجوری بوده که برای ترم دوم، یعنی واسه امتحان نهایی، درس 1 تا 6تون 7 نمره داشته. 7 نمره. بعد درس، یعنی 4 درس آخرتون 7 8 9 10 13 نمره داشته. اکثر نمره از اینجاست. ولی اینا به نسبت امسال بیشتر میشن، یعنی اگه قرار باشه 100 نمره ای کنن 70% مربوط به اینجا میشه تقریبا. شاید هم من زیاد حساب کردم دیگه، بودن 30-40% هم اینجا میشه به نسبت. حالا یه جورایی گفتیم دیگه، اینجوری میشه. ما از درس 1 میخوایم شروع کنیم و یه سری توضیحات بدیم و از همین صفحه تفکر و اندیشه. تفکر میخواییم بکنیم، توحید نظریه یا عملیه؟ نظری، توحید نظر. الان میخواییم راجع به توحید نظری بخون. از اولش شروع میکنم بخوندن. اگه توی این هفته جلسه امروز هیچی نداری بنویسی، همینجوری مادی سر کلاس، هیچ دفتری هم کنارت نیست، اصلا نگران نباش. من فقط میخوام تو آشنا بشی که متن رو چجوری بخونی. فقط الان میخوای آشنا بشی. یا بله کتاب تست منظورشونه.
ببینید کتاب تست رو آره اگه کتاب تست منظورتونه که کتاب تست رو باید یه ذره بریم جلوتر، اگه اتفاق خاصی نیفته همین روال برقرار باشه نیازی به کتاب تست نیست. من خودم تو جزوه‌ای که دارم بهتون میدم به اندازه کافی تست هستش. اما کتاب درسی و اگه منظورتونه که اونو از اول مهر مدارس که بهتون میدن اونو میتونید تهیه کنید، ولی جزوه‌ای که ما داریم بهتون میدیم عین همینه ها. یعنی من امروز کتاب درسی آوردم که تو بدونی این همون اونه، یعنی اصلا چیز زیاد و کمی نداره. حل بریم به امید خدا شروع کنیم. چرنگی نداریم مشکی. اندیشه، از اینجا پرانتز باز میکنم، قشنگ متن خوندن رو از من یاد بگیرا. اندیشه مثل یک بذر میمونه که در ذهن جوانه میزند و در دل و قلب ریشه میدواند و برگ و بارش به صورت عمل ظاهر میشه. همین خلاصه‌ای که الان داشتیم با هم کار میکردیم، این اندیشه میشه توحید چی؟ نظری. بعد این عمله میشه توحید عملی. بین اندیشه و عمل چی تابع چیه؟ عمل تابع اندیشه است. بین توحید عملی و نظری، توحید عملی تابع نظری. اما اندیشیدن، تفکر کردن یه سری فواید برامون داره. من الان میخوایم راجع به فواید اندیشه صحبت کنم. 4 تا فایده داره. 1. بهار جوانی را پرطراوت و زیبا میسازد. 2. استعداد را شکوفا میکنه. 3. امید میده بهمون. اندیشه امید به آینده زیباتر را نوید میبخشه. و 4 میتونه برترین عبادت ها باشه، جزئی از برترین عبادت ها باشه. پیامبرم یه حدیث داره، پیامبر رو ستاره میزنم چون برامون مهمه که کی اون حدیث رو گفته. نمیپرسن این حدیث مال کیه ها، فقط حدیث های پیامبر یاد باشه، بهش میگن حدیث های نبوی. یه حدیث نبوی الان میخواییم بخونیم. حدیثای امام علی رو چی میگن؟ علوی. حدیثای امام رضا رو چی میگن؟ رضوی. و یه سری جمله ها توی کتاب داریم، جمله های خداست به پیامبرای دیگه گفته، اونا رو بهش میگن حدیثای قدسی. یعنی مثلا تو قرآن نیومده، آیه نیست، خدا به داوود مثلا گفت. این حدیثی که میخواییم بخونیم حدیث نبویه دیگه، حدیث سجادی باقری کاظمی هم نداریم، همین 4 تاست. پیامبر چی میگه؟ میگه افضل العبادت ادمان و تفکر فی الله و فی قدرتهی. میایم توی ترجمهش، برترین عبادت چیه؟ اندیشه درباره خدا و قدرتش. اندیشه درباره خدا و قدرتش. 3 تا نکته خوب توی این صفحه یاد گرفتی. اولین نکته، اندیشه ثمرش چیه؟ ثمره اندیشه چیه؟ عمل. 2. فایده های اندیشه چند تا بود؟ 4 تا بود. 1, 2, 3, 4. اینا فایده هاشن. و 3. برترین عبادت چیه؟ اندیشه درباره خدا و قدرتش. حالا پایینش گفته این بخش از کتاب رو میخوایم به همین بپردازیم. میخوایم اندیشه کنیم در رابطه با خدا. بریم صفحه بعدیمون. یه تصویر اینجا میبینی. میبینی این تصویر رو؟ این تصویر وسطش منبع نوره، بعد دوروبرش پرتوهای نورن. این تصویر رو من برات میخوام الان تحلیل کنم. ما توی این تصویر و توی این درس میخوایم راجع به یک رابطه حرف بزنیم بچه ها. رابطه بین کی و کی؟ بین خدا و جهان. خدا و جهان. و توی این درس میخوایم بگیم که رابطه خدا و جهان مثل همینه، یعنی مثل منبع نور با پرتوهاشه.
یا رابطه خدا و جهان مثل دریاست با موجهاش، اما رابطه خدا و جهان مثل معمار و ساختمون نیست، مثل ساعت ساز و ساعت نیست. این میشه مجموعه B، اینم میشه مجموعه A. رو اینا فکر کنیم. چرا رابطه ما و خدا اینجوریه ولی اینجوری نیست؟ الان از این اصل درس رو یاد میگیری. ببین، بین A و B یه شباهتی وجود داره. شباهتش هم اینه که اینا رو به وجود آوردن. می‌بینی بالایی ها پایینی ها رو به وجود آوردن. میشه شباهت. ما با این شباهت کار نداریم، با تفاوت کار داریم. بین A و B تفاوت وجود داره. تفاوت A و B توی چیه؟ ببین، یک، معمار ساختمون رو خلق کرده ولی ساختمون دیگه بهش نیازی نداره. یعنی اگه یه روز معمار بمیره ساختمونه نمیریزه. ولی اینجا رو ببین، دریا موج رو به وجود آورده، بعد اگه یه روز دریا نباشه اصلا موجی وجود نداره. ساعت ساز ساعت رو به وجود آورده، ساعت توی بقای خودش به ساعت ساز نیازی نداره. مثلا بکن امروز رئیس شرکت رولکس میمیره، ساعتاش همه از کار میفته؟ نه. مثلا معمار برج میلاد میمیره، برج میلاد میریزه پایین؟ نه. ولی اگه امروز خورشید سوت بشه ما دیگه اصلا همو نمیبینیم. اگه امروز دریاها خشک بشن دیگه اصلا موجا برامون میشه آرزو، دیگه نمیبینیم اینا رو. پس این یه تفاوت توی اون ساخته های انسانیه هست. بیه اون پایینی ها تو بقا به بالایی ها نیاز ندارن، تو بقا. ولی تو اون ساخته های الهی هست، هم نیاز در به وجود اومدن داشتن، هم نیاز در بقا وجود داره. این یه تفاوت. تفاوت دوم اینه، ببین، من رفتم شمال لب دریا واستادم، دارم موجا رو میبینم. من دارم موجا رو میبینم، انگار چی رو دارم میبینم؟ هم دریا رو دیگه دارم. در تو الان منو میبینی، تو الان منو میبینی، انگار منبع نور رو دیدی دیگه. اگه اون منبع نور نبود که تو اصلا منو نمیدیدی. نور میخوره به من بعد میرسه به تو. ببینی؟ پس ببین، موج همون دریاه، پرتوها همون منبعن، ولی ساختمون همون معمار نیستش که. ساعت همون ساعت ساز نیستش که. من ساعت رو نمیبینم که بعد بگم آه ساعت ساز این آدم چاق و کچلی بودا، اینجوری یادش نمیفتم که. پس دو تا تفاوت گفتم بهت. بریم اما خلاصمون رو کامل تر کنیم، ببینیم این تفاوت ها چه کمکی به ما میکنه. اولین نکته این بود، خدا جهان رو به وجود آورده. همون جوری که موج از دریاست، همون جوری که پرتوها از منبع نورن، ما هم از خداییم. پس ما به خدا نیاز داشتیم توی به وجود اومدن. اینو بهش میگن پیدایش. سه تا نقطه دیگه بزنیم. نکته بعدی، اگه یه روز دریا نباشه موجی هم نیست، اگه یه روز منبع نباشه پرتوی هم نیست. پس اگه یه روز خدا هم نباشه مخلوقاتش هم نیستن. پس میتونیم بگیم ما باز به خدا نیاز داشتیم، منتها توی بقا. عجب بقا. یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کردیم. من رفتم لب دریا موجا رو دیدم، انگار چی رو دیدم؟ دریا رو. من پرتوهای نور رو میبینم، انگار چی رو دیدم؟ منبع نور رو. حالا اگه کسی مخلوقات رو ببینه یاد خدا بیفته، مثلا جنگلا رو ببینه یاد خدا بیفته، بره لب دریا یاد خدا بیفته، به این میگن، به این میگن معرفت، معرفت عمیق.
معرفت یعنی شناخت دیگه، یعنی به یه شناخت خیلی عمیقی رسیده که هر چی میبینه یاد خدا میفته. تعریف معرفت عمیق مهمترین تعریف این درس ها. یعنی چی معرفت عمیق؟ یعنی با هر چیزی، با هر چیزی کیو ببینیم؟ خدا را دیدن. دیدن دین دین نوشتم، پاکش کنیم یه دونه دیگه. اوکی این از این. حالا شما به من بگید نیاز در پیدایش رو توحیدش رو چی بنویسم؟ بگید نیاز در پیدایش چه توحیدی میشه؟ ببینیم کی میگه؟ بله مرسی، خالقیت. دمت گرما. یکی دیگه بقا چه توحیدیه؟ بقای جهان دست خداست، خدا جهان رو نگه داشته. یا علی ربوبیت. ربوبیت 4 درست بود. بقا دست خدا، جهان رو نگه داشته دیگه، مواظب جهانش چیزی نشه، کار خداست، میشه توحید ربوبیت. پس میبینی توحیدا رو از اون اول یاد گرفتی، بیا اینجا رو جواب بدی. یا معرفت عمیقم یه ذره کامل ترش کنی. معرفت عمیق یعنی با هر چیزی کیو ببینیم؟ خدا رو. در نگاه نخست به نظرتون مشکله یا آسونه؟ مشکله، سخته. تو الان فکر کن مثلا تو خونه نشستی یا بابات از جلو رد میشه، تو مثلا باباتو میبینی یاد خدا میفتی؟ نه دیگه. چرا؟ چون سخته دیگه، خیلی سخته. بعد هدفی قابل دسترس، قابل دسترس، به خصوص برای کیا قابل دسترسه؟ باسه ماها. ماها کیاییم؟ جوانان. جوانان. چرا باسه ما جوانا قابل دسترسه این معرفت عمیق؟ چون ما یه چیزی داریم که بزرگسالان ندارن. چیه اون؟ پاکی. پاکی، پاکی و صفای قلب داریم ماها. پس یه تعریف یاد گرفتی یا این معرفت عمیق یعنی این که بتونی با هر چیزی خدا رو ببینی. در نگاه نخست مشکله، اما هدفی قابل دسترسه، به خصوص برای جوانان، چرا که پاکی و صفای قلب دارن. جهان از اون جهت که خدا به وجودش آورده نیاز داشته توی پیدایش، جهان از اون جهت که در ادامه به خدا نیاز داشته میشه نیاز در بقا. و اگه کسی موجودات جهان رو ببینه و یاد خدا بیفته میشه معرفتی عمیق. توی این درس بیت‌ها، آیه‌ها و حدیث‌ها داریم، تو باید تشخیص بدی کدوم از ایناست پیدایشه یا بقا یا معرفت عمیق. دوباره گزینه بدم بهم بگو، بگید همه جواب بدن. 1 2 3 اینا گزینه هامونه. یه بیت میخونم بگید اشاره به چی داره. ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که بود هستی بخش. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ 1 یا 2 یا 3 تقلب میرسونی انگار. آره
ذات نایافته از هستی بخش. چند داریم؟ پیدایشه بچه. میگه کسی که از خودش هستی نداره نمیتونه به دیگران هستی بده، که به وجود آوردنه میشه پیدایش. یکی دیگه، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. بله مرسی، خیلی مشخص بود دیگه. ببین هر چی میبینه خدا میبینه، کلا داشتی کیو میدیده؟ خدا رو دیگه. پس رسیده به معرفت عمیق. و یه دونه بیت دیگه هم خودم جواب میدم. ببین مثلا میگه ما عدم های ما هستی های ما عدم بودیم، تو به ما هستی دادی. بازم میشه نیاز در پیدایش. توی این درس باید اول یاد بگیری که اینا مفهوماشون چیه، بعد آیه ها و حدیث ها و بیت های مختلف رو باید به اینا ربط بدی. مثلا یه حدیث هم از امام علی داریم، امام علی میگه قبل و بعد و با هر چیز خدا رو دیدم، هیچ چیزی رو مشاهده نکردم مگر اینکه قبلش و باهاش و بعدش خدا رو دیدم. خب کلن داشته خدا رو میدیده دیگه، پس میشه معرفت عمیق. دمتون گرم. ما امروز درسمون رو میذاریم تا همینجا. یه سری توضیحاتی دادیم از علت و معلول و توحیدا. وارد درس یک خیلی کم شدیم، فقط تا حدی وارد شدیم که تو با درس آشنا بشی. اگه کسی سوالی چیزی داره بپرسه، اگرم نه که خدافظی کنیم. مرسی از اینکه جواب دادید، دمتونم گرم. تا سوال دارن میپرسن، اگه کسی سوالی داره، ما هفته‌های بعدی پرسش هم داریم و اینجا وصلتون میکنیم، جواب باید بدید و حتما آماده بیایید سر کلاس چون سوال میپرسم. مرسی، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.